در این قسمت از برنامه توجه شما را به بخش‌هایی که در طی یک سال گذشته پخش شده جلب می‌کنم. کارهای مختلفی جامعه مدنی ایران میتونه انجام بده. یکی از کارهایی که میتونه انجام بده تولید نالج، تولید اطلاع در رابطه با شرایط وخیم محیط زیستی ایران بخصوص در رابطه آب هستش. نقشی که جامعه مدنی میتونه ایفا بکنه آگاهی رسوندن به شهروندانش هستش در رابطه با تأثیرات منفی که عدم داشتن یک برنامه کامل در رابطه با محیط زیست میتونه توی ایران به وجود بیاره. به وجود آوردن تشکلاتی که به طور خیلی حرفه‌ای و اختصاصی خصوصی روی مسائل جامعه مدنی تحقیق بکنن خیلی مهمه. کمک به راه اندازی برنامه‌های آموزشی که با مردم به طور مستقیم در ارتباط قرار می‌گیرن خیلی تأثیر داره. ترجمه مطالب علمی که در واقع می‌تونه به سازمان‌های مدنی برای تعیین استراتژی کمک بکنه خیلی اهمیت داره. به وجود آوردن سازمان‌های محلی تو بخصوص تو استان‌های مختلف، بخصوص استان‌هایی که مسئله آب براشون مسئله خیلی اساسی تر هستش. این یه سری از کارهایی که جامعه مدنی ایران میتونه انجام بده. من فکر کنم بسیاری از همیهنانمون اگه امکانات و توانمندیشو داشته باشن خیلی بهتر از دولت میتونن به این کارا بپردازن اگه مشارکت بهشون بدیم، اگه امکاناتشو براشون فراهم بکنیم و حتی مقدار زیادی از مسئولیتایی که به گردن دولت‌ها میتونه بیفته اگه خود مردم ابتکار عمل نشون بدن و این کارو به عهده بگیرن، بسیاری از مشکلات روزانه و کارهای روزانه دولت رو کمتر میکنه و دولت بهتر میتونه رو مسائل خیلی کلیدی بپردازه و بیشتر کارها رو بسپره به خود جامعه. بنابراین این به نظر من یه چیز بسیار کلیدی است که امیدوارم بشه به اجرا گذاشت و به این رشد فکری جامعه منجر شه، به مفهوم اجتماعیش و چه به مفهوم سیاسیش رسیده باشیم که بریم سراغ توانمندتر کردن و امکانات بیشتر دادن به جامعه. وگرنه مسئله نیست که عقلشون نرسه، میرسه و میگم تو دنیای امروز این ارتباطات این کار رو کاملا خیلی تسریع کرده، خیلی وسیع‌تر، خیلی در ابعاد بهتری میتوانیم اطلاع رسانی ها رو کرد. یادم میاد اون زمان که سپاه مثلا فرض کنید دانش باز میرفت و کامیون میبردن تو روستاها بین اشاعر که مثلا بچه های زیر چادر دوتا کتاب الفبا یاد بگیرن، کجا تو دنیای امروز که شما میتونید یک فایل نمیدونم تصویری رو روی تلفن آیفونتون یا هرچی هست ضبط کنید و همونجا نشون بدید و از طریق بلوتوث یا از طریق نمیدونم همین پلتفرم‌های مختلف مثل چه میدونم تلگرام و اینستاگرام پخش بکنید، خب هر کسی در هر گوشه مملکت آنن میتونه این رو ببینه، بررسی کنه، جواب بده، عکس العمل نشون بده. وضعیت خوش‌سالی یعنی تشدید خوش‌سالی و ادامه سیاست‌های غلط دولتی و ادامه بی‌تفاوتی نسبت به این وضعیت نامناسب طبیعی که برای ایران ایجاد شده پیامدهای ملموس و روشنی را در عرصه سیاسی خواهد داشت. نخست این مسئله خب باعث میشه که فشار نسبت به دولت و حالا هر کدوم از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی که میخوان در عرصه دولت حضور پیدا کنن یا دولت رو به دست بگیرن افزایش پیدا بکنه و با توجه به فرهنگ پوپولیستی که ما در ایران داریم دوباره یه سری را بیفتن و وعده های علکی بدن و بی خودی مطالبات رو افزایش بدن و طبیعتاً عدم تحقق این مطالبات کم و همچنین بی توجهی به مدیریت علمی به اصطلاح مسائل و پیدا کردن راه حل‌های علمی منطقی و جامع بدون رویکردهای پوپولیستی و هیجان محوری که صرفاً فقط روی شعار دادن متکی هست، خب این و حال وضعیت رو نابسامان میکنه برای اون جریان هایی که به شکل مسئولانه و متعهدانه میخوام مسئله رو حل بکنه. اما فراتر از اون یک سری بحران ها و چالش های جدی امنیتی ایجاد میکنه. خب طبیعتا هر چقدر خوش‌سالی افزایش پیدا بکنه، منابع آبی کمتر بشه، کسانی که به حال زندگیشون به این آب و خاک وابسته است، یعنی کشاورزان، دامداران، اینها در مناطق مختلف با هم درگیر میشن. خب ما تا پیش از این تجارب و سابقه رو داشتیم که
اهالی روستایی با روستای دیگه، شهری با شهر دیگه و استانی با استان دیگه درگیر بودم. در دوران اصلاحات خب طبیعتاً با توجه به حضور پررنگ کارگزاران و جریان‌های وابسته به اونها و همچنین برخی از گروه‌های سیاسی که به حال مقاصد یعنی فعالان سیاسی که با گروه‌هایی که دنبال سودجویی و منفعت طلبی‌های نابجا بودن ارتباطاتی داشتن و اینها نفوذهایی را در این حوزه‌ها داشتن، ما شاهد این بودیم که این سیاست غلط سدسازی بی‌رویه یا اینکه افسانه‌ای ساختن که کشور هر چه سد بیشتری داشته باشه توسعه یافته‌تر خواهد بود و قوی‌تر میشه و مشکلات اقتصادی کمتر میشه، این پارادایم خب حضور پررنگی داشت و متاسفانه باعث شد که در اون دوره لطمات و آسیب‌ها به زیرساخت‌های زیست محیطی کشور به خصوص منابع آبی و زمینی و سرزمینی ایران افزایش بده. هرچی به انتخابات مجلس نزدیک میشیم با وعده‌های بیشتری روبرو خواهیم بود. وعده‌های ساخت سد، وعده درست کردن تمام مشکلات و رفع بیابی در منطقه. اما شهروندان وقتی توجه نمی‌کنند که این طرح‌ها تا چه حد عملی یا غیر عملی هست، طبیعتاً کاندیدا از این وسط رأی خودش رو به دست میاره. بحث من مخالفت یا موافقت با رأی دادن و یا رأی ندادن نیست. بحثی که بایستی داشته باشیم اینه که مسئولیت بطلبیم. بسیاری از کاندیداهای مجلس و نمایندگان مجلس در 36 سال گذشته با فشار آوردن روی وزارت نیرو و یا با همراهی نهادهای سدساز تونستن سدهایی رو تحمیل بکنن به جای جای وطن ما. این سدها آسیب‌های بسیار بزرگی رو به وطن ما وارد آوردند. فرسایش خاک، از بین رفتن منابع زیرزمینی آب در پایین دست سد و تبخیر بخش بزرگی از آبی که در سد جمع میشه در مخزن سد نتیجه کار اونها بوده. چرا راجع به این مسئله بیشتر صحبت نمی کنیم؟ با هم در این باره بحث کنیم، با هم ببینیم که چه اتفاقی در جای جای کشورمون افتاده و آیا راه حلی برای رفع این مشکل وجود دارد یا نه. بایستی توجه کنیم که الان بر اساس آخرین گزارشی که در مجله نیچر منتشر شده از تحقیقات دو نفر دانشمند دانشگاه MIT، هوای منطقه خاورمیانه و جنوب ایران در 65 سال و یا 55 سال آینده اونقدر گرم خواهد شد که امکان سکونت وجود نداره. اگر به وضعیت فعلی پیش بریم، وضعیت فعلی یعنی چی؟ یعنی اگر وضعیت گازهای گلخانه‌ای که داره زیاد میشه، میزانش داره زیاد میشه، به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، ما در سال 2070 شاهد نبودن سکنه در مناطق جنوبی ایران، در مناطق حاشیه خلیج فارس و علل خصوص عربستان سعودی خواهیم بود. به عبارت بهتر، کسانی که میخوان در اون زمان به حج برن بایستی از 5-6 هزار کیلومتری دور خانه کعبه طواف کنن. صنایع سنگین باید به مناطق پرآب ایران منتقل میشد، شاید صنایع ذوب‌آهن در اصفهان جای مناسبی نداشت و شاید کشاورزی اصلا مناسب استان اصفهان که از استانهای خشک ایران هست نیست و کلا باید همین الگو رو برای بقیه ایران هم در نظر بگیریم. ما یک نگاه میکنیم به آمار ارقام، میبینیم که 92% منابع آب قابل بازیافت ایران به مصرف کشاورزی میرسه، آبهای شیرین، در حالی که کشاورزی در سهم توسعه ما چیزی در حدود 8% یا 9% رقم رو بیشتر به خودش اختصاص نمیده، در حالی که هزینه سنگین مملکت بابت این 8% 9% میتونه تامین بکنه بپردازه. خاتمه کلام این است که ما در سالهای آینده ناگزیر هستیم یک، انتقال جمعیت داشته باشیم، دو، به واردات تکیه بکنیم، سه، صنایعمون رو تعطیل بکنیم، چهار، کشاورزیمون رو به حال رقتباری ببینیم، در حالی که با یک مدیریت کلان از پیش آماده شده، مطالعه شده، کار به دست باسواد داده شده، میشد انتقال داد کشاورزی ایران به جای کشت برنج در اصفهان به مثلا درختکاری، باغداری در مناطق مختلف. چرا باید در رفسنجان ما مثلا تکیمون تا چند سال به پسته باشه، کشاورزی های دیگر هم داشته باشیم که منابع سطحی آب رو خوش بکنن، در سالهای بعد حتی ما برای پسته که درخت کم نیاز به آب هستن به اندازه کافی آب نداشته باشیم و اون منطقه رو از یک منبع صادراتی درجه یک محروم بکنیم. رودخانه یک موجود زنده است که درش آبزیان زندگی میکنن، رو محیط اطراف خشکی های اطرافش تأثیر میذاره و فعاله. وقتی شما میایید در یه جا سد میزنید و این سد بدون توجه به اینکه اون
میزان آبی که برای حتی شستشوی خود رودخانه لازمه بهش نمیرسه، رودخانه رو دچار مشکل میکنید، یواشهاش به مرداب تبدیل میشه یا رسوب گذاری میکنه. اون چه در کارون اتفاق افتاد شدیدترینش این بود که رسوبات بسیار زیادی در بستر رودخانه نشست، به علت اینکه سیلاب هایی که میبایست اینها رو بشوره انجام نشد. میتونم بگم برداشت های بسیار نامناسب، انتقال آب رودخانه کارون به زاینده رود یکی از وحشتناکترین از نظر مهندسی آب و محیط زیست است، برای اینکه این در واقع انتقال حوزه به حوزه، شما دو تا حوزه رو تحت تاثیر یک چیزی قرار میدید که به هیچ وجه طبیعی نبوده و مشکلات ایجاد. الان یکی از مصیبت ها اینه که این طرح انتقال آب از کارون به زاینده رود در یک پروژه‌ای به نام بهشت آباد که میخواهند 1100 میلیون متر مکعب آب رو منتقل کنند، حتی فرض کنید نماینده شهرستان طبس در خراسان جنوبی وعده داده به مردمش که آب از زاینده رود برای اینجا خواهد اومد، یعنی به عبارت دیگه از جنوب غربی ایران میخوان آب رو منتقل کنن به شمال شرقی ایران، یعنی یکی از میتونم بگم جنون‌آمیزترین رفتار هاست و ضمن این که به شدت به محیط زیست هر دو طرف لطمه میزنه. ابعاد و اندازه و شیوه مطرح شدن این پروژه در طول زمان همیشه متغیر بوده و یک تصویر روشنی از این ایده هیچ وقت در اختیار عموم قرار داده نشده و حتی کارشناسا هم به صورت معین و مشخص اطلاعات کافی در رابطه با این پروژه ندارن. ولی اگر فرض کنیم که ایده اولیه همان است که خزر رو به خلیج فارس وصل کنن و این کانال از این کانال هم برای کشتیرانی و هم برای آبرسانی استفاده بشه، اگر این رو بپذیریم اون موقع با یک پروژه با مقیاس بسیار بزرگ روبرو هستیم. حتی من خاطرم هستش که در وصف بزرگی این پروژه مطرح میشد که این از معدود پروژه های انسان ساختی خواهد بود که از فضا قابل رؤیت است. خب چنین پروژه‌ای با این ابعاد اندازه طبیعتاً کشوری مثل ایران رو به دو بخش شرقی غربی تقسیم میکنه. شما نمیتونید یک کانالی رو تأسیس بکنید که قابل کشتیرانی باشه و احتمالاً بخواید این کانال در تمام طول مسیرش سرپوشیدن باشه و تردد بین شرق و غرب این کانال به راحتی برقرار باشه. به هر صورت شما هر تعداد پلی هم که روی این کانال بزنید، اگر 1000 پل هم بزنید، این 1000 پل محسوب میشه، یعنی شریان ارتباطی بین بخش شرقی و غربی این کانال در گروی عملکرد روان این پل ها خواهد بود. این مسئله خردسالی یک چیز پدیده درازمدتی هست و اگر به چارتی شما نگاه کنید، این گراف هایی که هست، میبینید از خیلی سال قبل مقدار بارندگی کم میشه هر سال، ولی خب بعضی سالها یه نوسانهایی داریم، مثل الان پدیده المینیو، خب مقدار بارون زیادتر میشه، ولی ما نباید اینو به فال نیک بگیریم. خب دیگه گرفتاری خردسالی از بین رفت و ما دیگه الان نباید صرفه جویی در آب بکنیم. شما باید به طویل مدت به این مطالعات نگاه بکنید، میبینید که در دراز مدت با حال نزول هست و ممکنه سالهایی باشه که یه مقدار بارون بیشتر میاد، ولی دلیل نمیشه که ما خردسالیمون برطرف شده باشه. ما یک ساختار نظاممند حقوقی برای حمایت از محیط زیست در نظام حقوقی فعلی ایران نداریم، اما میخوایم وارد جزئیات بشیم، خب بعضی میگن نه ما داریم، به نوعی به هر صورت سازمان محیط زیست داریم، قوانینی داریم که حمایت میکنه از بحث حفاظت از
زیستگاه های مختلف، حفاظت از منابع آبی، حفاظت از منابع دریایی، منابع جنگلی. بله، ما قانون حفاظت از جنگل ها، حفاظت و بربرداری از جنگل ها داریم، ما قانون های قانون حفاظت از آبهای سطحی رودخانه ها داریم، ما قانون توزیع عادلانه آب داریم. بله، موارد متعددی داریم، ولی همینجور که بسیار از جاها قوانین عمدتا روی کاغذ هست و در عمل بازخوردش در جامعه و به طور روشن نمیبینیم، در این رابطه هم اولا اون چیزی که ما از قوانین داریم بسیار ابتدایی هستن و ثانیاً هم همون در حد شکل ابتداییش هم به خوبی اجرا نشده. به طور مثال اگر قانون توزیع عادلانه آب در ایران به خوبی اجرا بشه، ما با استفاده بی‌رویه از منابع آبهای زیرزمینی مواجه نیستیم، ما با استفاده غیر علمی از منابع آبی مواجه نیستیم، اون وقت میتونستیم روزگار بهتری در حال حاضرمون و حفاظت بهتری از منابع آبیمون داشته باشیم. متاسفانه مسئله ای که باید در صدر مسائل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی کشور قرار بگیره، در ایران به مقدار زیادی به حاشیه رانده شده. مسئله بزرگی هست در حال حاضر مسئله آب، و اگر قرار باشه که فهرستی فراهم بیاد از مهمترین مسائل مبتلا به ایران، معضلات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و حتی همونطور که عرض کردم امنیتی ایران، آب در صدر قرار خواهد گرفت. متاسفانه چنین مسئله‌ای به مقدار زیادی به حاشیه رونده شده. من در ایران تصور نمی‌کنم، ما چیزی به نام اصلاح طلب اصلاً نداریم. این اسمگذاری یک اسمگذاری واقعاً اخلاقی نبوده. ما میتونیم بگیم مثلا جریان دوم خرداد، جریان طرفدار آقای خاتمی، جریان وابسته به آقای خاتمی، نمی‌دونم جریان غیر نمی‌دونم، من اسم حالا من چون حوزه کار من سیاست نیست، چون اصلاح طلبی با یک رفرمیستی رفرمیسم مدام میاد. این رفرمیست هم اینجوری است که ما دو سالی، سه سالی، چهار سالی یه بار انتخابات میشه، بگیم خب حالا این الان اکت اصلاح طلبی داره انجام میشه. اصلاح طلبی یک رفتار روزانه، یک اعتراض مستمر مؤثره. یعنی شما از هر روز صبح که از خواب پا میشید به عنوان یک رفرمیست رفتار اعتراضی مستمرتون رو دارید، اما طبیعیه که این رفتار اعتراضی شما منجر به براندازی یا منجر به خشونت طلبی یا منجر به اینجور رفتارها نیست، ولی منجر به تغییر هست و قطعا منجر به اعتراض است. شما اعتراض رو هر روز بروز میدید، اکت دارید براش و اصطلاحاً قدم به قدم حاکمیت رو وادار به عقب نشینی میکنید. من این همچین رفتار رفرمیستی تو فضای سیاست ایران نمیبینم. مطالبه گری محیط زیست در یک سیستم، یک حکومتی که اساساً طبیعت سوزه، یعنی از طبیعت مصرف میکنه برای اینکه زندگی روزمرهش رو بگذرونه، غالباً باید یکی از مهمترین وجهای رفتار رفرمیستی باشه. ولی ما در اصلاح طلبانی که ایشته که مدعی اصلاح طلبی هستن در ایران، ما چنین مطالبه گری رو به صورت جدی نمیتونیم ببینیم. حوصله این برنامه شما نیست، وگرنه من میتونم مفصل توضیح بدم که از نظر نوع رفتار با محیط زیست چندان تفاوتی بین این به اصطلاح اون دو نهله اصلی جریان سیاسی داخل جمهوری اسلامی من ندیدم تا حالا. تا درودی دیگر بهتون.